باز هم با شما ایزان هستیم در بخش ناخواسته برنامه نسیم مصاب قسم که هم یادآوری کردیم امروز گفتیم در مورد تذکرات الکترونیکی و همچنان بعضی از حرفایی که در شبکات اجتماعی علیه تذکرات الکترونیکی صحبت شده هم امروز خواستیم در این مورد صحبت بکنیم که از دعوت کرده بودیم از فعالین جامعه مدنی و همچنان البته از ریاست تذکرات الکترونیکی جوجان هم دعوت کرده بودیم متاسفانه فعالین جامعه مدنی حاضر نشد در برنامه باز هم آقای سلیمان بختیار با خود داریم البته سر تیم تذکرات الکترونیکی در ولایت جوجان سلام صبح بخیر تقدیمتون خوش آمدید آقای بختیار سلام خدمت شما و خدمت بیننده‌های عزیز خیلی سپاس تشکر بختیار صاحب میشه از کارکردها و فعالیت‌های تذکرات الکترونیکی صحبت بکنید چه زمان به این سو فعالیت‌های خود را آغاز کردیم و تا نو چگونه این مرحله سپری میشه فعالیت هستی ما از تاریخ 10 جوزا به این طرف شروع شد و ما جمع‌آوری فرم را شروع کردیم از تاریخ بعد از 18 سنبله ما بایومتریک شروع کردیم و پروسه بایومتریک ما به مدت 6 ماه میشه که ما مراجعین جوزجانی را بایومتریک میکنیم ما روزانه تقریبا از 250 تا 300 نفر را بایومتریک میکنیم و قسمی که همه شاهد هستند تقاضا در ولایت جوزجان هم بیشتر است و این یک سلسله یعنی زمان خیلی زمانگیر میشه که تا شخص بایومتریک شود چون تقاضا گفتیم روزانه مثلا 300 دوسیه به ما مراجعه میکنه که هر دوسیه هم دارای اعضای فامیل است یعنی بالاتر از ظرفیت بایومتریک ما بسیار خوب که ما بایومتریک بسیار خوب خب تانو زیر این مده چند هزار نفر از ولایت جوزجان تذکره برش داده خوب است که من برای شما یک ارقام مشخص را بگویم ما سیستم داریم هر و در هر بخش ما یک سیستم ساخته شده و کل برنامه ما بر اساس سیستم است بسیار خوب با تعداد 6436 فامیل ما درج سیستم کردیم که مجموع اعضای فامیل 31400 نفر میشه بسیار خوب از این جمله بایومتریک است در حدود 20000 نفر ما بایومتریک کردیم که 10458 تن آن ذکور است و 9033 تن آن اناس است و روزانه ما توزیرم از چند ماه میشه که توزیرم شروع کردیم و تذکرات الکترونیکی به ما مواصلت ورزیده و روزانه در حدود 400 الی 500 تذکر الکترونیکی رو ما در ولایت جوزجان توزیع میکنیم که از شروع ما تا برای فعلا 11524 نفر ما تذکر الکترونیکی توزیع کردیم بسیار خوب آیا تانوس کدام مشکل است؟ هر رایتان بوده به خاطر توزیع و کار و فعالیتی که خود تذکر الکترونیکی داره؟ تنها چالشی که صد راه ما قرار دارد اینمی تقاضا زیاد است ولی ظرفیت کم است ما در ولایت جوزجان یک مرکز داریم که در حدود 30 کارمند دارد بسیار خوب و حدود گفتیم که 250 نفر الا 300 نفر ما روزانه بایومتریک میکنیم در حالی که 300 دوسیه برای ما روزانه مراجعه میکرد که اونا دارای اعضای فامیل میباشند و تنها چالش فعلا همیسته که ما تقاضا بیشتر است ولی ظرفیت کم است که انشالله هم به زودی حل خواهد شد بسیار خوب خب زمانی که یک فرد مراجعه میکنه آیا اولویت بندی بر اشخاص و افراد وجود داره فرد مثلا کسی است که معلول هست توانایی البته رفتن نداره یا کسی هست یک مشکلات فامیلی دیگر را داره این گونه مشکلات را هم درجه بندی کردیم برای فرصت دادن به تذکره بله یک سلسله اعتراضاتی که هم در آخر دیده میشه از نگاه نوبت است که میگن که مثلا برای ما در 3 ماه نوبت نمیرسه خب اصل مشکل هم است که ما 4 کتگوری را در اولویت کاری خود قرار دادیم یکی کسایی بودن که از مستوفیت مراجعه کرده بودن و موترهای بی اسناد داشتن اونا بودن بعد از او شهدا بود معلولین است و متقاعدین است یعنی موارد که است در اولویت کاری ما قرار دارند یک تعداد میگن که بی‌نوبتی است بله بی‌نوبتی است برای کسایی که 40 سال میشه در این نظام خدمت میکنه و امروز به نام متقاعد آمده به اداره تذکره الکترونیکی مراجعه میکنه و نیاز داره که معاش خود بگیرن و دیگه فامیلای شهدا هست که
خون خود در راه نمی نظام ریخته و به ما مراجعه میکنه، ورثه‌اش پدر و مادرش به خاطر گرفتن پول شهید فرزندش. و بله، ما بی‌نوبتی کردیم برای کسایی که مثلا معلول هستن، ناتوان هستن، محروم ترین قشر نیمی جامعه هستن و اینا کسایی هستن که از طرف اداره ملی احصای و معلومات هم برای ما هدایت مکتوبی شده که برای اینا را در اولویت قرار بدیم. وقتی ما اینا را در اولویت قرار بدیم، قسم ارقامی که مثلا از شهدا و معلولین برای ما اومده 8000 نفر هستن. 8000 نفر در باز نمبرها توقف میکنم، چون ما هر دوسیه را یک کدینگ زدیم باز نمبر توقف میکنه و اینا را ما ارجعیت قرار میدیم. روزی مثلا 100 تا میندازیم، 50 تا میندازیم، کمی می ازم ما ماش که میگیرن محروم هستن از این مستفید شون. بسیار خوب. هم یک مشکل دیگر هم هست که قسمی که شاید در شبکات اجتماعی شاید خوانده باشین، میگن البته ریاست تذکرتون که جایی هست برای فساد و میشه گفت که در مقابل تذکره و با میتری که کار انجامشان مبلغ پول را میخواین. این گونه حرفا چقدر البته قابلیت قبول هست و از طرف شما چی چیزا میتونه بیان بکنه؟ مدنیت به این شکل که اینا میگن نیست. مدنیت تو را میگه که مثلا وقتی که یک ادعا را وارد میکنی باید تو را ثابت بسازیم. در تذکره الکترونیکی تمام کارمندای جوان است. جوان امروزی با جوان دیروزی خیلی فرق داره. همه ایشان کوشش میکنن قانون را تطبیق کنن، همین فسادی که در گذشته ها بوده اونا را از بین ببره و این یک نوع ادعای بی اساس است و یک نوع توهین گفته میشه. اگر وقتی که ثابت نسازن، در ماده 25 قانون اساسی میگه برات الزمه حالت تصحیح است، شخص تا زمانی که مرتکب جرم نشده بیگناه است. دقیقاً. پس وقتی که شخصی که مرتکب جرم نشده، وقتی که تو یک ادعای را میکنی هر کسی که باشی، پس او را ثابت بساز. ثابت بساز ما همراه شما همکار هستیم. میریم اما شخص اگر می عمل انجام داده باشه به پنجه قانون میسپاره میشه. اما وقتی که کارمند تذکره الکترونیکی 7:30 بجه میه، 5:30 بجه میره، 4:30 بجه میره، ده هیچ چی داره، ده 3:30 بجه رسمیات ماست. خب اینمی خدمت هسته که دمید ما مردم ولایت جوزجان ما انجام میتیم و این ادعایی که البته هست یک ادعای ناحق هست. بله. بسیار خب. خب بختار صاحب میشه بگین البته بعد از این کدام البته مرکز دیگری هم هست که ایجاد شد به خاطر صورت کار؟ بله، در هفته های آینده انشالله ما منتظر پاس شدن بودجه بودیم. یک مرکز دیگه در ولایت جوزجان تمام کارهایشان تکمیل شده، تعمیر برایشان در تعمیر دولتی برایشان مهیا شده و در و به می ظرفیتی که فعلا یک مرکز وجود داره، عین مرکز ظرفیت دارن، فقط منتظر پاس شدن بودجه بود که تجهیزات دفتری برای اونها خریداری شد. با ایجاد این مرکز انشالله ظرفیت ما بایومتریک ما به دو برابر و در سال جاری ما یک مرکز دیگر در ولسوالی ها ایجاد میکنیم که به احتمال زیاد در ولسوالی آخچه باشه که در ظرفیت ما 3 برابر میشه. انشالله باز در او قسمت انشالله نوبت باز زودتر به ما میشه. خب میشه در مورد خانه‌پوری فورم بگیم. سابق فورم به شکل البته هارد بود که خانه‌پوری میکرد دوباره تحویل داده میشه، اما قسمی که حالا فکر کنم یکم تغییرات اومده باید آنلاین خانه‌پوری شه. میشه این مورد که معلومات بدین کسایی که هم معلومات ندارن، میشه اونا معلومات بگیرن و راحت تر کارشون انجام بکنن. خوب است. بعد اداره یا اداره تذکره الکترونیکی بر فعلا 9000 دوسیه در پندینگ در انتظار قرار داره که اینا بایومتریک شوند. 9000 دوسیه که هر دوسیه اعضای فامیل خود داره که در حدود ما محاسبه کردیم در حدود 20000 نفر منتظر است که بایومتریک شوند. با خاطر ما موقتا فعالیت خود در قسمت جمع‌آوری دوسیه توقف دادیم. فعلا دوسیه نمیگیره. بله، ولی یک سیستم بسیار مدرنی الکترونیکی ساخته شده که مردم میتونن که با مراجعه کردن به سایت اداره ملی سایه سایت مورد نظر را باز کرده و خانه‌پوری فرم به شکل آنلاین بکنن و یک سهولت خیلی خوب در او وجود داره که حتی روزش خود شخص مشخص میکنن و حتی ساعتش با این قدر امکانات و شفافیت نشان میده که مراجعین خودشان میتونن که در کدام ساعت مراجعه میکنن. در اون ساعت باز مراجعه میکنن بایومتریک میشن. بله، اگر 2-3 نفر در یک ساعت در یک روز یا فرض مثال بکنه 500 یا 600 نفر در یک روز انتخاب بکنه، باز اون وقت چیز البته راه حل برش میشن. همین سیستم قسم ساخته شده که در اون محدوده زمانی
محدوده افراد اجازه انتخاب همون ساعت هم میتن، یعنی شخص همون خانه شد دوباره شد با همون ظرفیت باز بالاتر از اون دیگه کسی مثلا نمیتونه که اون تایم انتخاب کنه. بسیار خوب، واقعا یک سیستم خیلی خوب هست، این میتونه هم به خاص کسایی که البته انگیزه زیاد دارن که بی‌نوبتی میشن یا هم تخلف صورت میگیره، این باعث میشه که البته اون ذهنیت آرام تر داشته باشه. خب بختش میشه بگین البته که تذکره که فعلا در حال توزیع شدن هست چقدر مبلغ پول هست هر فرد گرفته میشه؟ خب از یک تعداد از هموطنهای ما وقتی که مراجعه میکنند و مبلغ قانونی خود تذکره را نمیفهمند، فکر میکنند که همین هم یک مبلغی است که از طرف کارمندای تذکره الکترونیکی گرفته میشه، در حالی که ما برای اونا بل و رسید میتیم برشان. مبلغ قانونی یک تذکره برای بار اول 100 افغانی است و در صورتی که ای از پیششان حریق شود گم شود و مصنعش که از باز 500 افغانی است. بسیار خوب. خب کودکایی که البته تذکره ندارن و پدر مادر تذکره دارن، برای اینا هم تذکره الکترونیکی از چند سال برشان داده میشه؟ آیا اگر نوزاد هم باشه مشکل نداره؟ میشه میره درجه بندی سنها رو میشه بگید که این هم مردم ما بدانن؟ بله، از یک سالگی تا سال 18 سالگی طفل اگر تذکره نداشته باشه برویت تذکره پدرشان برای اونا ما تذکره میدیم بدون بایومتریک. بدون بایومتریک تا 7 سالگی را بدون عکس و بدون بایومتریک، بعد از سن 7 سالگی با عکس و بدون معلومات بایومتریک، در سن 18 سالگی که رسید هم عکس است و هم معلومات بایومتریکشان درج سیستم میشه و یک سهولت خیلی خوبی است که مثلا طفل اطفال نیاز ندارن که یک دفعه مراجعه کنن تذکره کاغذی بگیرن باز بیان تذکره الکترونیکی بگیرن، برویت پدر و تصدیق والدینشان میتونن تذکره الکترونیکی بگیرن. بسیار خوبی، هم میتونه خیلی سهولت داشته باشه. بازم خیلی تشکر از آقای بختیار صاحب که امروز مهمان ما بودن و میشه در آخر اگه پیام داشته باشیم به متنالیز ما پیام طلب رسانه. خوب است، ما با هموطنای ما بخصوص هموطنان ولایت جوزجان این وعده را میتیم که در سال جاری انشالله با تقاضای تمامی مراجعینی که برای ما مراجعه میکنند تذکره الکترونیکی که هویت ملیشان است برایشان انشالله توزیع خواهد شد و از این خدمات ما بهره مند خواهد شد. خیلی سپاس باز هم از آقای سلیمان بختیار سرتیم تذکره الکترونیکی در ولایت جوزجان. آرزوی موفقیت میکنیم و خداوند این کامیابی را بیشتر نصیب شما بگردونه، چون قسمی که ایامی یادآوری کردین از ساعت کاری که باید کار شوه هم بیشتر کار میکنه، این داره واقعا این چیز هست که ما هم روزا شاهد هستیم. باز هم آرزوی موفقیت میکنیم، تشکر از شما. سلام. سپاس.